چه خبره؟ سلام، چرا اومدید اینجا؟ کلو برداری برنده شده بودید گفتم. بله، رادیو جوان. کجا؟ همراه اول، رادیو جوان. چقدر خالی کردن؟ 90 میلیون. چقدر خالی کردن؟ 90 میلیون. یه دفعه 9 میلیون اینترنتی خالی کردن. باز هم برنده شدن. موضوعی که بارها و بارها گفتیم. اما برنده شده بودی؟ بله. چقدر؟ 9 میلیون گفتن. شما؟ بله، متاسفانه. چقدر؟ گفتن 10 میلیون ولی 90 میلیون حسابمو خالی کرد. 14 میلیون. شما؟ 6 میلیون. زنگ میزنن تو واتساپ با عکس صدا سیما، با اسم صدا سیما، تلفن ثابت. فضا مجازی که پیچیده که. نه پیچیده، کجا پیچیده؟ من بعد چه خواهید کرد؟ من بعد دیگه جواب هیچ کسی نمیدم دیگه. 62 میلیون مال ما بوده. 62 میلیون؟ بله. یه کد به من اومد گفت این کدو بده. من 9 میلیون بریزم به حسابه. در این زمینه باند 7 نفره ای دستگیر که بیش از 3 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودن و تا کنون بیش از 150 مال باخته شناسایی و به پلیس فتا فرا خوانده شدن. به من یه 4 با کارت دادن، رفتم من خالی کردم. از زندانم ظاهرا با اونام هماهنگ بود. نه 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 نه، من با زندان با شماهنگ نبودم. من طرف حسابم یه نفر بود. کی بود؟ آقای زرگت. من اولین بار این آقا رو میشناسم. خودشون انکار میکردن. ولی آقای زرگت گفت تو بگیر اصلا گردن، من خودم سند میذارم میارم بیرون. کل قضیه میدونید چیه؟ یه باندی تشکیل دادن، با داخل زندان هم ارتباط برقرار کردن، به یه نوعی آموزش‌های لازم هم گرفتن در خصوص برنده شدن. موضوع از مسئولان رادیو هم پیگیر شد. به هیچ عنوان از طریق شبکه‌های رادیویی، چه رادیو جوان، چه رادیو گفتگو، چه رادیو پیام و دیگر شبکه‌های رادیویی، برای اینکه جایزه‌ای به شما تعلق بگیره، شماره حساب بانکی، شماره کارتتون و اطلاعات شخصی شما رو دریافت نمی‌کنن. و اگر که شما در مسابقه‌ای هم احیانا شرکت کرده باشید و جایزه‌ای بخواد به شما تعلق بگیره، یا آدرس می‌گیرن از شما که اون جایزه رو برای شما تقدیم بکنن، یا زمانی رو مشخص می‌کنن برای اینکه شما عزیزان برای گرفتن اون جایزه تشریف بیارید و اون هدیه رو تقدیم حضورتون بکنن. اما چند نکته کلیدی. اول اینکه کدهایی که از طریق تلفن همراه برای شما میاد، این کدها ممکنه که کد تایید و احراز هویت نرم افزارهای بانکی شما باشه و یا شبکه‌های اجتماعی شما باشه. به هیچ عنوان این کد رو برای دیگران قرائت نکنید و در اختیار دیگران قرار ندید. اگر فردی با شما تماس گرفت ولو اینکه اطلاعاتی از شما در اختیار داشت، به منظره این نیست که شما بهش اعتماد بکنید و فکر کنید چون این اطلاعاتو از من داره حتما از یک نهاد رسمی و حاکمیتیه. بازم تاکید میکنم هیچ نهاد و سازمانی برنده شدن و از طریق فضای مجازی به ویژه واتساپ اعلام نمیکنن. داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.